سلام دوستان و همراهان کانال حکیم باشید. در این قسمت می‌خواهیم در مورد سلطان دانه‌های پرخاصیت، شاه دانه با شما صحبت کنیم. پس لطفاً تا انتهای این ویدیو با ما همراه شوید، اما قبل از آن سپاسگزاریم از شما که با لایک و کامنت هایتان از ما حمایت می‌کنید. شاه دانه که به نام‌های ویدیا کنف هم شناخته می‌شود، گیاهی یک ساله با دانه‌های ریز و روغنی است. شاهدانه در ایران در استانهای فارس، اصفهان، تهران و همچنین در شمال ایران کشت می شود. اما فواید دارویی و درمانی شاهدانه برای بدن، مقادیر بالای پروتئین موجود در شاهدانه برای تقویت و بهبود رشد جنین در دوران بارداری ضروری است. ناگفته نماند که شاهدانه یکی از بهترین منابع پروتئینی برای زنان باردار گیاهخوار، وگن و خامگیاهخوار می باشد. فیبر موجود در شاهدانه با بهبود حرکات روده به پیشگیری و درمان یبوست در زنان باردار کمک می کند. اسیدهای چرب اومگا 3 و اسید گامالینولین که موجود در شاهدانه خام باعث تقویت سیستم ایمنی بدن زنان باردار و زنان شیرده می شود. درمان سندروم پیش از قاعدگی. گفته می شود که علائم سندروم پیش از قاعدگی به احتمال زیاد توسط حساسیت به هورمون پرولاکتین ایجاد می شود. اسید گامالینولین که موجود در شاهدانه میتواند اثرات پرولاکتین را کاهش دهد و به درمان سندروم پیش از قاعدگی کمک کند. مطالعات متعددی نشان دادند که دانه شاهدانه به دلیل مقادیر بالای اسید گامالینولین با تنظیم غلظت هورمون‌ها میتواند علائم یائسگی را کاهش دهد. نوزادان و کودکان. شاهدانه منبع خوبی از پروتئین و اومگا 3 بوده و به بهبود گردش خون، تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش التهاب در بدن نوزادان و کودکان کمک می‌کند. شما می‌توانید شاهدانه خام را از سن 8 ماهگی به رژیم غذایی نوزاد اضافه کنید. به شما توصیه می‌کنیم که از پودر شاهدانه برای تهیه فرنی و شیر گیاهی آن برای نوزادان و کودکان 8 ماه به بالا استفاده کنید. دیابت و قند خون. مقادیر بالای فیبر موجود در شاهدانه می تواند به کاهش قند خون در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 کمک کند. لاغری و کاهش وزن. شاهدانه مقادیر بالای پروتئین و فیبر دارد و به همین دلیل یک مهار کننده طبیعی اشتها بوده و با افزایش تولید هورمون گریلین به کاهش اشتها کمک کرده و با پیشگیری از پرخوری باعث لاغری و کاهش وزن افراد می شود. کارشناسان توصیه می‌کنند که هر روز صبح 4 قاشق غذاخوری شاهدانه را به وعده صبحانه اضافه کنید و میل کنید. فواید شاهدانه برای بدنسازی. از آنجایی که شاهدانه دارای 8 اسید آمینه ضروری برای بدن است، به عنوان یک منبع پروتئین کامل شناخته شده و به ایجاد بافت‌های جدید در بدن و تقویت توده عضلانی در بدنسازان کمک می‌کند. معده و دستگاه گوارش. مقادیر بالای فیبر موجود در شاهدانه به بهبود هضم غذا و درمان معده درد کمک کرده و باعث بهبود سلامت دستگاه گوارش می شود. همچنین مقادیر بالای فیبر موجود در شاهدانه با بهبود حرکات روده به افزایش مدفوع کمک کرده و به پیشگیری و درمان اسهال یبوست کمک می کند. مقادیر بالای اسید آمینه آرژنین موجود در شاهدانه با افزایش تولید اکسید نیتریک در بدن به کاهش فشار خون بالا و کاهش خطر بیماری‌های قلبی کمک می‌کند. اسید گامالینولین که موجود در شاهدانه خاصیت ضد التهابی داشته و به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی کمک می‌کند. توصیه می‌شود که هر روز 2 قاشق غذاخوری شاهدانه یا پودر شاهدانه را میل کنید تا به کاهش فشار خون بالا کمک کرده و از ابتلا به بیماری‌های قلبی جلوگیری کند. مقادیر بالای اسیدهای چرب اومگا 3 و اسید گامالینولین که موجود در شاهدانه باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شده و برای پیشگیری و درمان سرطان مفید است. محققان دانشگاه روستوک آلمان میگویند که کانابینویدهای موجود در برگ شاهدانه میتواند رشد سرطان و متاستاز را در بدن کاهش دهد. شاهدانه یک منبع پروتئینی کامل است و همه اسیدهای آمینه ضروری برای بدن را فراهم می کند. شاهدانه مقادیر بالای اسیدهای آمینه لیزین، متیونین، سیتئین،
آرژنین و اسید گلوتامیک دارد و به عنوان یکی از بهترین منابع طبیعی و گیاهی پروتئین در گیاهخواران محسوب می شود. تحقیقات نشان داده که خواص ضد التهابی دانه های شاهدانه برای پیشگیری و درمان روماتیسم و آرتروز مفید است. همچنین محققان دریافتند که شاهدانه و روغن شاهدانه اثرات ضد روماتیسمی دارد و می تواند به درمان بیماران مبتلا به روماتیسم و آرتروز کمک کند. برای درمان هر روز یک قاشق غذاخوری روغن شاهدانه را میل کنید. شاهدانه سرشار از منیزیم است که باعث ایجاد احساس آرامش در بدن شده و با افزایش هورمون ملاتونین به درمان بیخوابی کمک می‌کند. همچنین مقادیر بالای منیزیم موجود در شاهدانه باعث افزایش تولید سروتونین در خون شده که به درمان استرس و افسردگی کمک می‌کند. شاهدانه حاوی مقادیر قابل توجه کلسیم است. باعث تقویت استخوان‌ها شده و خطر ابتلا به پوکی استخوان را کاهش می‌دهد. همچنین شاهدانه مقادیر زیادی آهن دارد که با افزایش تولید گلبول‌های قرمز خون به درمان کمخونی، فقر آهن یا آنمی و درمان علائم این بیماری از جمله خستگی و سردرد و ضعف عضلانی کمک می‌کند. شاهدانه را به صورت روغن شاهدانه برای تهیه محصولات آرایشی و بهداشتی و محصولات مراقبت از مو استفاده می‌کند. روغن شاهدانه را می‌توان برای درمان بیماری‌های پوستی از جمله پسوریازیس، اگزما، التهاب و خشکی پوست استفاده کرد. همچنین روغن شاهدانه به عنوان نرم کننده طبیعی موی سر استفاده می‌شود. از ساقه‌های گیاه نر شاهدانه الیافی تهیه می‌شود که برای ساخت طناب، گونی، پارچه و تولید مواد کامپوزیت استفاده می شود. اما عوارض و مضرات شاهدانه. تا کنون هیچ عوارض و مضراتی برای شاهدانه گزارش نشده است، اما شاید شاهدانه با مهار پلاکت های خون با برخی داروهای ضد انعقاد خون تداخل ایجاد کند و باعث خون ریزی شود. توصیه می کنیم اگر داروی خاصی مصرف می کنید قبل از استفاده از شاهدانه با پزشک متخصص مشورت کنید. اما طبع شاهدانه. طبیعت شاهدانه در طب سنتی گرم و خشک می باشد. شاهدانه غنی از اسیدهای چرب ضروری اومگا 3 و اومگا 6، ویتامین ای، فسفر، پتاسیم، سدیم، منیزیم، گوگرد، کلسیم، آهن و روی می باشد. نحوه مصرف شاهدانه. شما می توانید شاهدانه را به صورت دانه های خام و بوداده به عنوان آجیل استفاده کنید. شاهدانه خام برای تهیه انواع کیک و کلوچه، روغن شاهدانه، شیر گیاهی شاهدانه و سالاد و پاستا استفاده می شود. همچنین شاهدانه به عنوان غذای پرندگانی از جمله کبوتر، توتی، مرغ عشق، عروس هلندی و قناری نیز استفاده می شود. دانه شاهدانه به گرما و نور حساس است. بنابراین بهتر است آن را در یخچال نگهداری کنید. گیاه شاهدانه گیاهی مانند ماریجوانا است، با این تفاوت که مقادیر بسیار کمی ماده محرک THC دارد و به عنوان روانگردان شناخته نمی شود. گیاه ماده شاهدانه دارای چند گل می باشد. درون این گل ها دانه های سیاه رنگی است که همان دانه یا بذر شاهدانه هستند. ماریجوانا نوعی ماده محرک روانگردان است که از سر گل و برگ‌های جوان شاهدانه ماده به دست می‌آید. حشیش ماده جامد اما بسیار نرم است که از سمق گیاه شاهدانه آماده به دست می‌آید. روغن حشیش به عنوان خالص‌ترین ترکیب روانگردان شناخته شده که از گیاه شاهدانه ماده به دست می‌آید. ارزش غذایی شاهدانه در 28 گرم آن. کالری 161، چربی 12.3 گرم، کربوهیدرات 3.3 گرم، پروتئین 9.2 گرم، فیبر 2 گرم. از اینکه تا انتهای این ویدیو با ما همراه شدید سپاسگزاریم. امیدواریم این مطالب برای شما مفید بوده باشد. لایک و کامنت های شما باعث دلگرمی ماست.